سلام، من فاطمه هستم، دانشجوی سال 2 PhD رشته مهندسی پزشکی توی دانشگاه تورنتو و امروز میخوام توی این ویدیو در مورد تکنیک های مدیریت زمان صحبت بکنم، تایم منیجمنت که چجوری بهم کمک کردن که بتونم به همه کارام برسم. من برای اینکه دانشجوی PhD هستم بعد روی تزم کار بکنم، بعد واسه گرانت های مختلف و حالا اسکالرشیپ رو اپلای بکنم و خب یه سری دیتا کالکشن دارم، TA هم هستم، بعد روی TA هم کار بکنم چون بعد یکی دوتا نیستن، تقریباً 3-4 تا TA دارم این ترم و علاوه بر TA ها و RAM هم باید روی پروژه شخصی خودم که بیزنس خودم هستش کار بکنم. علاوه بر بیزنس خودم که حالا ایجنتی هستش که لینکدین میتونیم بیشتر جاش بخونیم، باید روی پلتفرم های مختلف مثل یوتیوبم وقت بذارم و اون هم بیزنس شخصی خودم هستش و همینطور روی اینستاگرام. و علاوه بر اینها خب باید روی اینکه بخوام با مخاطبم بتونم کار بکنم، بعد بخوام آدم صحبت بکنم چون منم تنها زندگی میکنم، بعد کارهای نامی رو انجام بدم، خریدای روزمره انجام بدم و کارهای مختلف دیگه. پس توی این ویدیو همراه من باشین که بهتون اینا رو یاد بدم و بگم که تجربه شخصی خودم بعد از اینکه کلی ویدیو یوتیوب دیدم، بعد از اینکه از همه مختلف سوال پرسیدم چطوری. اولین نکته که خیلی تو زندگی شما تاثیر میتونه داشته باشه صبح هستش، اینکه شما صبح هاتون رو چجوری شروع میکنین. من کسی بودم که همیشه تختم رو نامرتب میکردم، میرفتم صبح زود و اینطوری بودم که خب شب که میخوام روش بخوابم، اما از وقتی که عادت کردم و تختم رو صبح زود تب میکنم، وقتی که شب به خونه برمیگردم یه حس مفیدی دارم، مثل اینکه خب لااقل من یه کار رو تونستم درست انجام بدم و باور کنید که خیلی توی روتین زندگیتون تاثیر میذاره. پس اولین کاری که انجام میدید اینکه تختتون رو مرتب میکنید. دومین کار خیلی مهم در طول روز اینه که صبحونه خیلی خوب بخورید. صبحونه که میخوریم باید پر از مواد مغذی باشه. من عادت داشتم همیشه صبحا شکلات صبحونه میخوردم یا حالا نوتلا، ولی دیدم که وقتی که من شکلات میخورم که قند مصنوعی دارم وارد بدنم میکنم، بعد از یکی دو ساعت دوباره گشنه میشم و اصلا انرژی لازم رو ندارم. برای همینم از وقتی که عادت کردم و صبحا صبحونه مغذی میخورم، مثل کره بادوم زمینی، مثل تخم مرغ یا حالا انواع مختلف تخم مرغ با مثلا گردو و آووکادو و گوجه و اینا، روزم رو بهتر میتونم شروع بکنم به خاطر اینکه انرژی لازم رو دارم و آمادم واسه اینکه برم سراغ اینکه به ذهنم مطالب جدید رو وارد بکنم. بعد از اینکه روزتون رو شروع کردیم با یه صبحونه خیلی خوب، بعد راجع به یه موضوع دیگه هم فکر بکنین و اونم موادی هستش که در طول روز بهتون میرسن. خیلی مهمه که در طول روز میوه مصرف بکنین، مثلا سیب یا موز، یه چیزایی که کلا بهتون انرژی خوب میدن به جای شکلات و بیسکویت و این حرفا. و نکته بعدی که برای دانشجوی PhD فکر میکنم خیلی زیاد باشه کافئین هستش، اون کافی که دارین در طول روز میخورین. من خودم فهمیدم که وقتی که صبح زود کافی میخورم انرژیم خیلی بهتره، اما اگه که مثلا بعد از ظهر طرفای ساعت 3 اینطورا کافی بخورم، فقط باعث میشه که نتونم بخوابم، یعنی در واقع جلوی این که من بخوام بخوابم رو میگیره، اما اصلا پروداکتیو نیستم و این کافئین که بدنم میشه هیچ جای خوبی به درد نمیخوره. و شاید اگه من اون تایم که خوابم میاد رو روی کارهایی بذارم که خیلی نیاز به تفکر خاصی ندارم، مثل جواب دادن به ایمیل ها، جواب دادن به دایرکت های اینستاگرام یا حالا کامنت های یوتیوب، برام میشه خیلی مفید. پس شما باید سیکل بیولوژیک خودتون رو بدونین که در طول روز اگه چند ساعت بخوابین فعالیت بهتر میتونین داشته باشین، یا یعنی اینکه چه زمانی اصلا پروداکتیو تر هستین واسه انجام دادن کارهای مهمتون، مثلا نوشتن متن‌های مختلف، نوشتن پیپر یا اصلا خوندن مقاله ها. میتونین مشخص بکنین که چه زمانی رو میخواین واسه اونا اختصاص بدین و همه اینا هم با آزمون و خطا به دست میاد. پس ممکنه که اون کاری که من انجام دم با کاری که برای شما مناسب هست مطابق باشه و شما وقت خودتون تست بکنین برای یکی دو هفته واسه هر کدوم از این روشا که ببینین که کدومشون برای شما بهتر جواب میدن. نکته بعدی که خیلی نکته مهمی هستش اینه که شما از یک کلندر استفاده بکنین، یک تقویم آنلاین که روی گوشیتون داشته باشین، روی لپتاپتون داشته باشین و هم تو روی کامپیوترتون. و ممکنه بعضی هم با روش کاغذی راحت تر باشن، که من فکر می‌کنم کاغذی هم جای خودشو داره و نمیتونه جای گوگل کلندر یا حالا اوتلوک کلندر یا حالا هر کلندر دیگه رو بگیره. الان خیلی از موشن استفاده میکنم، باز موشن هم باید باش کار بکنیم ببینیم که باش راحت هستیم یا نه. برای من موشن خیلی جواب نبوده و همون کلندر اوتلوک به خاطر اینکه به ایمیلم وصله خیلی بهتر بوده.
نکته نوشتن این کلندرهای آنلاین خیلی خیلی مفصله و اگه بخوایم توی من بگیم و براشون یه ویدیو تهیه بکنم توی کامنتو برام بنویسین. اما نکته خیلی خیلی مهم اینجاست که شما میتونید یه کاغذ بردارین، روی کاغذ تک تک کاری که دارین رو بنویسین، مثلا به این که واسه کار ریسرچم این کار رو باید انجام بدم، برای بیزنس شخصی خودم باید این کار رو انجام بدم، مثلا روزمره، مثلا خرید چیزای روزمره، مثلا خرید نون و برنج و گوجه و این حرفا، اینا رو باید لیست بکنم و بر اساس اون لیستی که نوشتم رو کاغذ میتونید برنامه‌ریزی بکنید که اون کلندر آنلاینتون با اونا رو تک تک وارد بکنید. مثلا ممکنه شما روزای دوشنبه تایم خالیتون باشه و کلاس نداشته باشین، تی ای نداشته باشین یا میتینگ هایی که از قبل ست شده باشن رو نداشته باشین. برای همین برای من به شخصه دوشنبه ها روزایی هستش که کارهای ریسرچم رو انجام میدم. اگه قرار رو پروژم وقت بذارم، قرار که راجع به کامیتی میتینگ هم بیشتر کار بکنم، رو تزم میخوام کار بکنم، من دوشنبه ها واسش اختصاص میدم. و اگر که میخوام رو بیزنس شخصی خودم وقت بذارم، معمولا روز جمعه رو بهش اختصاص میدم، به خاطر اینکه جمعه ها یه طوری هستش که من بینش چند تا کلاس تی ای دارم، اون مسئله که میخوام بنویسم، اون کارهایی که میخوام بکنم بیشتر وقت بذارم. پس یکی دیگه از کارهایی که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه اینه که مرز بزنید برای روزتون. مثلا ببینید که خب من دوشنبه ها میخوام این کارو انجام بدم، سه شنبه ها میخوام این کارو انجام بدم، چهارشنبه ها میخوام این کارو انجام بدم تا آخر. و اینجوری تقریبا میدونیم که چه روزهایی اگر که یه کار مهم داشته باشین قابل دسترسی هستین و اگر کسی بخواد باهاتون میتینگ ست بکنه راحت هم میتونه این کارو انجام بده. همینطور شما باید ذهنتون داشته باشین که مثلا اگه دوشنبه ها صبح میخواین برین دانشگاه و بینش یک ساعتی اضافه دارین تا قبل از اینکه ایران هم بخوابن میتونین ویدیو کاراتون انجام بدین. و حالا اگه میخواین مثلا وقت بذارین ویدیو درست بکنین توی سوشال میدیا، میتونین اون تایم رو بذارین واسه اینکه این محتوا رو تهیه بکنین. برای من جمعه شبا معمولا تایم آفمه، یعنی تا جای ممکن سعی میکنم که بعد از ساعت 5 شنبه ها کار نکنم، دیگه نهایتا ساعت 6 کار بکنم و بعدش همه چی بذارم کنار تا فردا عصر، تا شنبه عصر. شنبه عصر هم وقت میذارم روی یکم از درسام، اگه که ددلاین داشته باشم مثلا بعد خیلی بیشتر وقت بذارم، من تا جای ممکن سعی میکنم که آخر هفته ها رو کار نکنم، بجز یک شنبه ها که یک شنبه ها دیگه میشه وظایف زندگی مثل غذا درست کردن، چون که ما آخر هفته ها غذا درست میکنیم برای کل هفته که ناهارامون رو داشته باشیم. و همینطور خب درست کردن مواقع، روشن کردن ماشین لباس شویی و چه میدونم تمیز کردن خونه، جارو برق کشیدن. و همینطور آخر شب، طبق آخر یک شنبه شب ها، همیشه هم کلندر هفته بعدیم رو مینویسم، میبینم که خب تو طول هفته بعدی من چه کارهایی دارم، چه میتینگ‌های مهمی دارم که بعد براشون آماده بشم، و اگه متریالی هستش که بعد آماده بکنم سعی می‌کنم که یک شنبه شب آماده بکنم. پس وقتی که یک جدول کلی تو ذهنتون داشته باشین، از کل کارهایی که می‌خوای انجام بدین، از کل وظایفی که باید انجام بدین، خیلی راحت‌تر می‌تونید از آخر هفته‌تون لذت ببرید، خیلی راحت‌تر می‌تونید رو کاری که می‌خواید وقت بذارید و ذهنتون رو پخش کارهای متفرقه نکنید. نکته بعدی که خیلی 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 پیش میاد و من خودم هم خیلی زیاد درگیرش بودم ولی الان خدا رو شکر حل شده، بحث اینه که موقعی که دارین کار میکنین حواستون پرت میشه. برای کسایی که ADHD دارن یا حالا کلن زود حواسشون پرت میشه، نمیتونن زیاد تمرکز بکنن، خصوصا روی مسائل انگلیسی و کارهای سنگین‌تر، یه تکنیکی که خیلی خیلی پیشنهاد میشه تکنیک پومودورو هستش. به این شکل که مثلا شما میگین که من 25 دقیقه میخوام کار بکنم، فوکس میخوام کار بکنم و بعد 25 دقیقه 5 دقیقه استراحت میکنم، بعد از این 5 دقیقه 25 دقیقه دیگه و بعد از 4 تا استراحت 25 دقیقه این میخوام 20 دقیقه استراحت بکنم. و حواستون باشه که توی اون 25 دقیقه هیچ کاری جز تمرکز انجام ندید، فقط روی این کاری که میخواین کار بکنین وقت بذارین. و تو ذهنتون این باشه که خب بعد از این 25 دقیقه 5 دقیقه استراحت دارم، میتونم کاری که دیگه میخوام انجام بدم انجام بدم، مثلا میتونم برم کافیمو بیارم، میتونم برم آب بخورم، میتونم برم سرویس بهداشتی، میتونم با دوستم صحبت بکنم و همه اینا. و نکته مهمتر که برای کسایی که توی سوشال مدیا خیلی فعالیت میکنن یا اینکه خیلی با دوستاتون چت میکنن، بحث اینه که شما بدونین که نوتیفیکیشناتون زمانی که میخواین کار بکنین باید آف باشه، گوشیتون رو حتما بذارین کنار، یعنی اینطوری نباشه که بغل دستتون باشه که بخواین دیسترکت بشین. و اگر که کسی هستین که مثلا من خب خیلی با کامپیوتر کار میکنه، احتمالاً ایمیلتون همیشه رو صفحه بازه وقتی که دارین کار میکنین،
و چیزی که باید حواسمون بهش باشه اینه که موقعی که داریم اون 25 دقیقه رو وقت می‌ذاریم و کار می‌کنیم، نباید به ایمیلامون جواب بدیم، نباید به ایمیلامون نگاه بکنیم، چون ممکنه یهو یه کاری بهمون اضافه بشه و همون کار قبلی رو هم خراب بکنه. یه چیزی که خیلی یوتیوبرها من نگاه میکردم و به هم میگفتن، در واقع توی یوتیوبشون میگفتن، این بود که بهتره که مثلا برید که من میخوام نیم ساعت از صبحم رو و نیم ساعت از بعد از تایم نهارم رو و نیم ساعت از تایم رفتم به خونم رو، در واقع اون تایم آخرم رو بذارم واسه ایمیل چک کردن، بذارم واسه جوابم پیام ها. و این کار خیلی خیلی به من کمک کرد. من تازه این کارو شروع کردم، ولی خب واقعا خوبه، به خاطر اینکه شما میدونین که خب اوکی من امروز بعد این کارو انجام بدم، بیکار نیستم و توی امروزی که میخوام این کار رو انجام بدم تا جایی ممکن نمیخوام تمرکزم به هم بریزه، میخوام رو اینا کار بکنم، وقتی که تموم شد برم سراغ پروژه های جدید تر، برم سراغ کارهای جدید تر و کارهایی که بعد انجام بدم در طول روزهای آینده. چه اینجوری گفتم؟ خلاصه پس تا اینجای کار یه چند تا جمعی داشته باشیم. اولی کاری که باید بکنیم اینه که صبحمون رو خوب شروع بکنیم با یک صبحونه خوب، با مرتب کردن تخت خوابمون و آمادگی ذهنی واسه اینکه توی اون روز میخوایم چیکار بکنیم، و واسه این آمادگی هم میتونیم آخر هفته رو وقت بذاریم تا بدونیم که دقیقا میخوایم توی هفته چه کارهایی انجام بدیم. نکته دوم این بودش که واسه روزهامون مرز بذاریم. مثلا بریم که دوشنبه ها میخوام فقط روی ریسرچ هم کار بکنم، یا میخوام 5 ساعت روی ریسرچ هم کار بکنم، و سه شنبه ها میخوام روی پروژه شخصی کار بکنم، میخوام روی بیزنس خودم کار بکنم، پنج شنبه شب مثلا میخوام ویدیو ریکورد بکنم برای یوتیوب یا اینستاگرام، و روزهای آینده هم به این شکل میخوام چه کارهایی دقیقا انجام بدم. و یه سری میتینگایی هستن که از قبل سه چون نمیتونیم باشون کاری بکنیم، چون که میتینگای اجباری هستن که باید شرکت بکنیم، و اونا رو هم میذاریم سر جای خودشون باشه و سعی میکنیم تا جای ممکن از تایمی که تو رفت آمد داره میگذره استفاده بکنیم، چون که من میخوام اون تایمی که میخوام از دانشگاه برم تا کلاسی که خودم هستم، مثلا توی یوافسکی چون خیلی دانشگاه بزرگه حدوداً شاید یه روب طول بکشه که بخواین از این سر برید تا اون سر دیگه، توی این یه روب میخوام مثلا یه ویدیو یوتیوب نگاه بکنم، مثلا فرضاً میخوام توی این یه روب پادکست گوش بدم، یعنی که نه اصلا فقط میخوام برم تو سوشال میدیا بگردم، اما فقط این یک روب رو میخوام این کارو انجام بدم. وقتی که میرسم به کلاس همه چیو میبندم و سعی میکنم که گوش بدم مطالبی که توی کلاس داره ارائه میشه. نکته بعدی که گفتیم این بود که حواسمون به اون دیستراکشن های اطرافمون باشه. اگر که دوستامون خواستن با همون صحبت بکنن توی محل کار، بدونیم که خب توی اون 25 دقیقه داریم کار میکنیم و واقعا هیچ راهی نداره که بخوایم دیسترکت بشیم مگر اینکه چیز امرجنسی واقعا پیش بیاد، و بدونیم که بعد از 4 تا 25 دقیقه یه استراحت طولانی داریم و خب میتونیم اون موقع صحبت بکنیم، میتونیم اون موقع سوشالایز بکنیم، میتونیم اون موقع بریم سراغ این که راه بریم و حالا یه سری فعالیت‌های جسمانی انجام بدیم، مثل اینکه خودمون رو بکشیم. نکته بعدی که میخوام بگم که خودم یکم اینجا اشتباهات زیادی کردم تایم ناهار بود. سعی کنید تا جای ممکن ناهارتون رو روی میز کارتون نخواهید، حتی اگر که خیلی خیلی کار دارید، یعنی حتما سعی کنید که نیم ساعت حداقل تا یک ساعت بذاریم برای تایم ناهار، مثلا ساعت 12 تا 1، و بشینیم توی محیط سوشالی که وجود داره با آدم ها صحبت بکنیم، سعی کنیم کانکشن بسازیم، سعی کنیم که یکم از حال و هوای کاری بیایم بیرون تر و یکم ذهنتون رو آروم بکنیم، و این کمک میکنه به اینکه ذهنتون آماده باشه که روی میز کار فقط باید کار کنم، روی تخت خواب فقط باید بخوابم، و توی تایم ناهارم فقط دارم ناهار میخوام یا مثلا ویدیو کال میکنم بخونم. برگردیم سراغ کلندرهای آنلاین. یه کاری که میتونید انجام بدید توی کلندرتون واسه اینکه راحت‌تر مدیریت بکنید زمانتون رو اینه که تایم اسلات بذارید. مثلا ببینید که ساعت 1 تا 2 میخوام روی این پروژه شخصی کار بکنم، ساعت 2 تا 3 میخوام این کار بکنم، ساعت 3 تا 4 میخوام این کار بکنم، ولی تو ذهنتون داشته باشین که ما پرفکت نیستیم و این پرفکشنیسم منفی، اون کمال‌گرایی منفی نباید باعث بشه که ما از کارامون عقب بیفتیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا ممکنه که شما بگی میخوای 1 تا 2 این کار رو انجام بدی، ولی یهو یه اتفاقی میافته، ممکنه که تو راه که داری میای دانشگاه قطار یهو استاپ بکنه، ممکنه که یهو تصادف بشه دیرتر برسی، ممکنه که میتینگت بیشتر طول بکشه و نمیتونی برش بکنی وسط، و باید همیشه یه بافر تایمی بذاری که اگر که کار خوب پیش نرفت از اون تایم استفاده بکنی. پس همه چیز رو پشت هم دیگه، حالا به انگلیسی میگم بک تو بک، نذار همش رو انقدر نچسبون به هم دیگه تو کلندرت که اگه یکیشون عقب افتاد تا آخر روز همش یکم عقب باشه از کار. و کاری که میتونین انجام بدین اینه که مثلا اگه یه کاری میدونین که 45 دقیقه طول میکشه یه ربع اضافه تر وقت بذارین، مثلا بگین از ساعت 1 تا 2 میخوام این کارو بکنم، ولی 45 دقیقهش قرار که واسه این کار باشه و یه ربعش قرار استراحت باشه،
و اینجا این بافر تایم باعث میشه که خب از کاراتون عقب نیفتین و اون حس منفی رو نداشته باشین که ای بابا امروز هم که نتونستم به کارم برسم. و نکته بعدی هم اینه که در ذهنتون داشته باشین که ما هممون آدمیم، ما هممون داریم تست میکنیم، داریم سعی میکنیم که تایممون رو بهتر استفاده بکنیم و هدف کلندرهای آنلاین، هدف مدیریت زمان این نیستش که ما بیشتر کار بکنیم، اینه که ما بهتر کار بکنیم، اینه که ما از تایممون بهتر استفاده بکنیم. و یادتون نره که همیشه یه دانشگاه آنلاینی وجود داره توی یوتیوب، توی اینترنت، و شما هر جایی که سوال داشته باشید میتونید توش سرچ بکنید، میتونید نظر بقیه رو بشنوید، میتونید ببینید که بقیه چی کار کردن و این تجربه بقیه خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. منتها قرار نیست که 100% برای شما هم مناسب باشه و اون چیزی که سوشال داره بهمون میگه که مثلا ساعت 10 بعد بخوابی، ساعت 5 صبح بعد بیدار شی، اینا صرفا یه چیزایی هستن که خب خوبه بد نیستش، اما قرار نیستش که روی همه جواب بده، چون هر کسی سیستم بدنش فرق میکنه، هر کسی هدفهاش فرق میکنه. و پس خودتون رو بابت این اتفاقاتی که میفته سرزنش نکنید و یادتون باشه که قراره به بهترین هدف برسیم، قراره که به بهترین شکل به بهترین هدف برسیم و قرار نیستش که صرفا یک عالمه کار کنیم، قراره که بهترین کارها رو توی یک زمان مناسب انجام بدیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. من به عنوان کسی که توی این ترم خصوصا یک عالمه کار دارم و یه وقتایی برام پیش اومده بودش که اصلا یادم میرفت که فلان میتینگ رو داشتم، یادم میرفتش که بعد فلان کار میکردم، یا شاید باورتون نشه ولی من سال اول پی اچ دی ام حتی یادم میرفت که من قاری نهار بخورم، یعنی ساعت 6 میشد و اینطوری بودم که چقدر گشتم و یادم میاد که اوکی نهارمو نخوردم و این واقعیه. میخوام بهتون بگم که کلندر آنلاین خیلی بهتون کمک میکنه اینکه نوتیفیکیشن های گوشیتون خاموش باشه، ولی موقعی که میخواییم ببینیم که الان بچه کاری انجامه برمیزی داشته باشین، خیلی میتونم بهتون کمک بکنیم. و یادتون نره که ما همون اینجا هستیم برای اینکه به همدیگه کمک بکنیم، برای اینکه مسیر بهتری داشته باشیم و نه مسابقه وجود داره و نه قراره کسی به خاطر تایم منیجمنت اشتباه شما رو سرزنش بکنه. همین دیگه، امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین و اگر که پیشنهادی دارین، اگر که کاری خواستین انجام بدین که براتون مفید بوده، واسم که کامنت ها بنویسین و یادتون نره که ازم حمایت بکنین اگه ویدیو رو دوست داشتین، برای دوستاتون بفرستین و این ویدیو رو هم لایک بکنین. فعلا تا ویدیوی بعدی، خدافظ.